شما خوبین؟ عیبی نداره. بچه ها میشه اینجا رو تمیز کنین؟ خیلی معذرت میخوام. نه نه چیزی نیست، حتما چشممون زدن. چشم زدن. بچه ها آره. میشه اینجا رو تمیز کنین؟ خیلی ببخشید. بیا عزیزم زود باش. شما حالتون خوبه؟ لطفا بیاین اینجا بشینیم. خواهش میکنم بفرمایید. لطفا بفرمایید. زود باش. مراقب باشین. فدای سرت. مامان جون میدونی چیه؟ راستش اگه دنیز نبود اصلا خوب نمیشد. نه خواهش میکنم الکی بزرگش نکن. ازت ممنونم. خواهش میکنم. مامان اصلا بزرگش نمیکنم، آدم متواضعیه. خیلی خوب شما بشینین، ما میریم یکم کار داریم، بعدن میاییم. باشه؟ باشه پسرم، شما به کارتون برسین. باشه. شما منتظر باشین، من اطلاع میدم. باشه. آقا چنار، آقا امره اومده. باشه سوزان، منتظرش بودم. چشم. بفرمایی. ممنونم. سلام آقا چنار. بشین امره، خوش اومدی. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، این پرونده ها رو بهتون نشون میدم. بفهمید. آقا چنار این پرونده ها رو بررسی کنید، میفهمین در مورد چی صحبت میکنم. آقا چنار؟ آقا چنار؟ امره تو اینا رو بگیر، بعدن بررسی میکنم. تو هم بی خودی تا اینجا اومدی، ببخشید. آخه آقا چنار. امره میتونی بری، بعدن نگاش میکنی. باش آقا چنار، باش. روزتون بخیر. همچنین. پیش بابا فهمی بد میشه. یکم خودتو جمع و جور کن پسر. اما چجوری خودم رو جمع و جور کنم؟ اوف دنیز، اوف اصلا از ذهنم بیرون نمیره. زنگ بزنم به دنیز، باید همین کار بکنم. زنگ بزنم اگه جواب بده چی بگم؟ انگار پسرم عاشق شده. خدا کنه خیر باشه. دخترم خیلی خوشگله نه؟ با تو هم میگم پسرم عاشق شده، دختر خوشگله یا نه؟ آهو میگم تو بپرس ببین این دختر کیه، از کدوم خونواده از ها؟ نوران بهتره خودت بررسی کنی، آخه پسر خودته. والا دختره که خیلی خوشگله، راست نمیگم آهو؟ خوشگله، خوشگله، خیلی خوشگله. من برم دستشویی برمیگردم. نوران خانم خوشحال شدم از آشنایی با شما، به امید دیدار، خداحافظ. کاش میموندی قهوه میخوردی. یه وقت دیگه میخوری. باشه عزیزم. با اجازتون. مامان جون من بدرقش میکنم. نه البته. آهو خانم از آشنایی با شما هم خوشحال شدم. روز بخیر. خب دیگه خداحافظ. بریم به سلام. میدونی چیه دنیز؟ خیلی وسایل خوبی خریدیم. از این که امروز اومدی واقعا ممنونم. خواهش میکنم، وظیفم بود. بقیه راهو خودم میرم، خیلی ممنونم. از این که اومدیم ممنونم، خیلی خوب شد دنیز. خواهش میکنم. روز بخیر. روز بخیر. این داره کجا میره؟
کجایی؟ زود بیا منم ببر. چی کار میکنی چنار؟ تو کی اومد اینجا؟ بارش هیچی، تو نیومده بودی، همینطوری خودمو مشغول کرده بودم. تو کجا بودی؟ منم داشتم کارا رو حل میکردم دیگه. زود باش بیا بریم یه چیزی بخوریم. نه داداش، باید برم، گرسنم نیستم، یکم کار دارم که باید انجام بدم. خب عکاسی چطور بود؟ نمیگی بهم؟ خوب بود، مشکلی نداشتیم، یعنی خوب بود دیگه. چنار اگه چیزی شده بگو داداشم. نه نشده، نگران نباش داداش، چیزی نشده، خوبم. بعدن با هم حرف میزنیم، من میرم باشه؟ بعدن خب باش. آفرین. آخه بعد از این همه سال چطور پیدات شد؟ چیزی گفتی نه اون خانم؟ با تو نبودم. من باید اینو یه جوری حلش کنم. بله آقا خانم. من که با تو نبودم محمد. آبجی بیا بیا، مامان جونم به گذشته ها رفته. آی ببین چقدر شما کوچیک بودین دخترم. لباسای بچگی بود. آره لباسای بچگی تونه، همه شونو خودم بافته بودم عزیزم، نگاشون کن. این هنوز یادمه. چطوری یادت میاد آبجی؟ خب یادم میاد دیگه، من از این لباس خیلی خوشم میومد، میدادمش به عروسکو. اما یادم میاد بعدنا گم شده بود. تو وقتی رفتی مدرسه من تو صندوق قایمش کردم. واقعا که مامان. خب چی کار میکردم دخترم؟ تو که میخواستی به عروسکت غذا بدی، ترسیدم که رو لباست بریزی، قایمش کردم تا نگیریش. آی اینو ببین. آره مامان، چی شد اینا رو در آوردی ها؟ نمیدونم، همینجوری دلم خواست. من سال هاست اینا رو نگه داشتم دخترم، شما مواظبش باشین. مامان این یعنی چی؟ دلم واسه گذاشتم تنگ شده. چه روزای خوبی بود، بچگی شمام خیلی قشنگ بود. از این که مون بزرگ شدیم خیلی ناراحتی مگه نه؟ وای 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 سایده درو خدا دو نرکم ندید بوتم ناره نرکم بگو سبو نره نرکم تو میدم نکنید دیگه. آی ماما الان نوبت جن سبو. من تا الان برای برنده شدن هر کاری کردم، برای نباختنم هر کاری لازم باشه میکنم، برای آرامش خودمونم هر کاری میکنم. هیچ کس نمیتونه منو شکست بده. واقعا؟ آره خب کاملا واضحه. یعنی چطوری میشه بابا؟ پدر و دختر بالاخره تشریف آوردین؟ شما همینطوری برمیگردین و به من خبر نمیدین؟ مگه من کی هستم ها؟ من کیم؟ به من چه؟ به من چه؟ آره به من چه؟ عزیزم تو خوبی؟ من خوبم، به جز شما کسی رو ندارم. دختر عزیزم. مامان من غیر از شما هیچ کسی رو ندارم. مامان جونم عزیزم. مامانم تو خوبی واقعا؟ خوبم
خوبم دخترم، نگران نباش. عزیزم، میگم بهتره یکم استراحت کنی. بیا بیا بریم مامان. سلما چشم چش شده؟ حساسیت کرده. بذار من برات دارو بیارم، شاید خوب شی. نه من اینا رو انجام دادم، دارینام خریدم. مطمئنی؟ ببین به چشمم دارو زدم. خب باشه، ممنونم. داروهاتو بخور، خدا بد نده. اینا رو نشونت بدم آبجی. اینم هست ببینه. اینم هست. آیی از این مدل لباس عروس خیلی خوبی در میاد. تا حالا اونطوری فکر نکرده بودم. ببین اینجا رو یکم بزرگتر کنیم، اینجا رو هم بزرگتر کنیم، رو سرش هم یه تاج گل بذاریم، اینجوری لباس عروس ساده و شیکی میشه، مطمئنم. گلا رو به هم میچسبونیم و روش یه شنل میدوزیم. آره دنیز، ما یه دونه برای خودمونم سفارش بدیم. آه نه بابا سلما، چی داری میگی؟ خب دانشگاه تموم شده، شغلم داری. سلما من تازه فارغ التحصیل شدم، تا وقتی که برای خودم کاری نکنم نمیشه. من یکی رو پیدا کنم زود ازدواج میکنم، عروسی خیلی خوبیم میگیرم. خدا کنه سلما. پس لباس عروسی تو من طراحی میکنم؟ آره خیلی خوب میشه، خاله آیسلم میدوزه. آره میدوزه، بنده خدا خیلی هم خوشحال میشه، باور کن. های عزیزم، خاله آیسل خیلی دوستش دارم، انگار خاله خودمه، یعنی اونقدر دوستش دارم. اونم خیلی دوستت داره. اینجور که پیداست یه مشکلی داره، مامانم قبل از اینکه به مولا بره یه چیزایی میگفت. یعنی چی سلما، چی میگفت؟ انگار سند خونه رو قرار ضمانت بدین. حالا چی میشه؟ مامانم گفت بذار از مولا برگردم حرف میزنم، گفت عجله نکنین. واسه چی عجله میکنی؟ منم نمیدونم، همینقدر میدونستم. شما نمیدونستین؟ میگم کار ضمانت رو چیکار کنیم آیسل؟ صبر کن شوکت، معلوم نیست تا فردا چی میشه، یه بار دربارش فکر کنیم. باشه، ولی وقت واسه فکر کردن نداریم. به نظرم خونه رو نباید به ضمانت بذاریم. پس پول جراحی رو چیکار کنیم؟ میگم بیا همین کار رو انجام بدیم، تو که خوب شدی بعدش یه راه حلی پیدا میکنیم، چطوره؟ ترگوت داره زنگ میزنه. آقا ترگوتو نباید خیلی منتظر بذاری. شوکت، این خونه تنها دارایی مونه، بعدش چی کار کنی؟ الو ترگوت. باشه باشه میام. من دیگه برم. خب یکم میموندی عزیز، فردا یکم کار دارم. خیلی خوب باشه. مامان سلما داره میره. سلما دخترم داری میری؟ زود به زود بیا عزیزم، خدافظ. باشه میام خاله آیسل، شب بخیر. شب بخیر. میگم شما راجع به ضمانت حرفی نزنین، شاید میخواد شما چیزی نفهمین. سلما نمیشه، ما یه خانواده ایم، اگه مشکلی هست باید راجبش حرف بزنیم دیگه. تو کار درست انجام دادی، خودتون ناراحت نکن. باشه باشه پس، خودتون بهتر میدونین. خداحافظ. شب بخیر. تو هم از الان لباس عروس منو طراحی کن عزیزم. باشه عزیزم، شب بخیر. شب بخیر. بده الان واسهتون قهوه درست میکنم. مامان جون ممنون، اما یه لحظه بشین، میخواییم با تو حرف بزنیم. باشه. خیر باشه، چی شده؟ ببینین تو رو خدا اذیتم نکنین، وگرنه با دمپای دنبالتون میکنم. انگار میخواین ازم بازجویی کنین. مامان چیز مهمی هست که بخوای به ما بگی؟
نه دخترم، هیچی نیست. مامان، میخواین خونه رو به ضمانت بذارین؟ ها، فهمیدم. نه، ما با خیریه در مورد یکی دیگه حرف میزدیم. سلما اشتباهی شنیده. فقط به خاطر بابام این کارو میکنین؟ یعنی اینقدر اوضاع بده؟ چرا به ما نگفتی مامان؟ نه دخترم، اونطوری نیست. آیی، حواسم رو پرت کردین، شیر رو گازه. به این شوکر این کار رو حل کن، به دیتم حذف کن. خب چه کاریه؟ یکی از دوستام یه ماشین خریده، ماشین تو آیدین توی نمایشگاه است، باید از آیدین بیارنش. برو ماشین رو بیار، بدهیت پاک میشه. به خاطر اووردن ماشین که بی خیال اون همه بدهی نمیشن. تو داری کیو گول میزنی؟ سرتو؟ باشه بابا، عصبانی نشون، ماشین دزدیه. اما نه ترس، همه چی هم هنگ شده است، فقط راننده نداریم که ماشین رو بیاره. دقیقا همینجاش مزخرفه، میگه همه چی رو حل کردم، فقط راننده نیست. خب الان دارم اونو حل میکنم دیگه، توی برای خوبی کردن به تو میگم، وگرنه به یکی پول بدم با کله میارتش. ببین، به هم اعتماد کن، برو. دخترای عزیزم، آخه چطوری به شما بگم؟ مردن مهم نیست، اما ول کردن شما منو خیلی ناراحت میکنه. تو و این زندگیمونو هیچ وقت ول نمی کنم عزیز دلم. دختر عزیزم، امری داشتی ناو خانم؟ میتونم بهت اعتماد کنم؟ البته که میتونی. کاری که ازت میخوام، بین ما باید یه راز بمونه، میفهمی؟ محمد، آدرسی که دیروز رفتیم و یادته؟ آره، یادمه. میخوام راجع به اونا همه چیزو بفهمی، این که چی کار میکنن و دوستا و دشمناشون کیا هستن و همه چیزو میخوام در موردشون بدونم. بروی چشم. یادت نره این راز بین من و خودت میمونه. الان میتونی بری. فکر نکنین از خودم تعریف میکنم، اما چیزی که ازدواج و سرپا نگه میداره زنه. اگه شما اینو میگین پس درسته. خوش اومدی یلا. ممنونم. بیا عزیزم بیا، ما داشتیم راجع به ازدواج خودمون حرف میزنیم. 20 سالی که با هم گذروندی.
آره، سراسر عشق و خوشبختی. الا فردا قراره جشن سالگرد ازدواجمونو بگیریم، تو هم میخوای بیای؟ اگه مزاحم نیستم حتما، چرا که نه. چه مزاحمی؟ خوشحالم میشم، مگه نه یالچین؟ آره البته. سلام به همه. آه چنار، ببین کی اینجاست. الا خوش اومدی الا. ممنونه. بیا بشین. زن داداش میخوام برم سر کار، بعدم حرف میزنم. عیبی نداره، فقط 5 دقیقه دیرتر برمیگردی. ببین داداشت هم اینجاست. باشه. کاش از هم دیگه جدا نمیشدیم. ببین سالگرد ازدواجمونو با عروسی شما یه جا میگرفتیم. آهو خانم، وقتی رابطه با اعتماد و صداقت نباشه پیش نمیره. در ذهن چنار بزرگترین راز زندگیش مخفی کرده. بعد از جدایی فهمیدم به فرزند خوندگی گرفتینش. الان رابطه ما به خاطر همین تموم شد؟ تو خودت خوب میدونی چرا رابطمون به هم خورد، اما تو هر طور میخوای فکر کن، برای من اصلا مهم نیست. دیگه باید برم سر کار. با اجازه. ببینم تو از کجا میدونی؟ دیگه بهتر راجع به این حرف نزنی، مسائل خانوادگیمون به تو ربطی نداره. معذرت میخوام، من فکر کردم عضوی از خانواده هستم. مزاحمتون نمیشم، روز بخیر. فردا منتظرت هستم. هیچی نگو آهو، به اینا خیلی رو میدیم، حد خودشونو نمیدونن. این خوبه، دقیقا همونی که میخواستمه. در ضمن یادآوری کنم اگه برنده بشی 10% مال منه. باشه زکی، لازم نیست هر روز به هم بگی. داش زکی، من هر روز دارم بهت یادآوری میکنم داداش، اما هر روز همون اشتباه رو میکنی دیگه. دیگه اذیت نکن، بذار کارشو بکنه. باشه پس من میرم قهوه بیارم. آره برو قهوه بیار آقا زکی، هنوز هیچ کاری نکرده، درصدشو میخواد. ببین دنیز، الان یه ماموریت بهت میدم که سخت ترین ماموریتی که طالبت دادم. من خودم به خدا هر کاری کردم نتونستم. لطفاً خواهش میکنم ازت، تو رو خدا یه کاری بکن که از این کار خوشش بیاد. یه کاری میخوام بهت بدم که خیلی سخته، یعنی فکر نکنم بتونی انجامش بدی، اما ایشالا امیدوارم که بتونی انجامش بدی. باشه نگران نباش، من حلش میکنم. دست درد نکنه زکی. 10% چای کجا موند؟ اسم من چناره، اسم تو چی؟ من بلوتم، از آشناییتون خوشحال. منم خوشحال شدم. میخوای تو بازی کنی؟ اوه بودو ببینم پسر، بودو 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 دروازه رو بگیر، توپو بگیری یا زدم. آفرین پسر. آسین یه سوالی ازت دارم. بذار حد بزنم. کسی که بدون در زدن داخل میاد چی میگن؟ با ادب باش آسین. بلا تو گفتی که چنا رو به فرزند خوندگی گرفتن؟ چه ربطی داره؟ چرا من باید به الا بگم؟ یعنی تو نگفتی؟ نه، متاسفانه وقت نکردم بهش بگم. پس کی میتونه گفته باشه؟ شاید پرنده ها بهش رسوندن. یکم جدی باش، در این مورد هیچی نشنیدی ها، فهمیدی؟ معذرت میخوام، اما آهو خانم ما با شما همکاری نمی کنیم. آسین مامان، من دانشگاه میرم، هیچی هم نشنیدم و هیچی هم ندیدم. پس اینو از کجا فهمیدی که چنا رو به فرزند خوندگی گرفتی؟
اویکو؟ میشه به آرشیو بری و پرونده‌ای که 2 سال پیش آماده کرده بودم و بیاری؟ سنم، میخوای به پرونده‌های گذشته یه نگاهی کنی تو از اونا الهام بگیری؟ اویکو جون، تو هر کاری که من میگم و انجام بده. خیلی بی‌ادبی نکن. این دیگه وظیفه من نیست. میتونی از کارآموزا بخوای. سنم جون، من کارهای مهمتری واسه انجام دادن دارم. نزدیک بود یادم بره. تنهامو نباید همینجوری بذارم و برم، مگه نه سنم جون؟ سنم، اتاق من بیا. چشم لیلا خانم، الان میام. بیا تو. با ایتالیایی ها حرف زدی؟ آره لیلا خانم، تولیدی که تو ایتالیا هست میخواد جزئی از مراسم ما باشه. اگه میخواین به آقا چنارم خبر بدم ها؟ چنارو وارد این قضیه نکن، تو با بارش حرف بزن، اونی عکاس خوب میفرسته. باشه لیلا خانم، با بارش حرف میزنم. یالچی، الا تو داری دیوونه میشی؟ میخوای چی کار کنی؟ پیش آهو اون حرفا چیه که زدی؟ حرف دهنتو بفهم. اگه اینقدر رو خانوادت حساسی، پس چرا اینجایی ها؟ درسته، اشتباه بزرگی کردم، دیگه به هم زنگ نزن. یالچی وایسا، وقتی طرف اونو گرفتی خیلی ناراحت شدم. اون زن منه الا، تو اینو میدونستی و با هم دوست شدی. تو خونه خودم باید چطور رفتار کنم؟ چون تو اومدی نباید دست زنم رو میگرفتم؟ حق داری. خب چی کار کنم؟ حسودیم شد. یالچین من تو رو خیلی دوست دارم. با اجازت باید جواب بدم. سلام آهو، کارم تموم بشه میام. میبینمت. آبجی جون، آبجی بیدار شو دیگه. چنار آبجی؟ اویکو آبجی، چنار چیه دیگه؟ اویکو یه خواب عجیبی دیدم. خیر باشه. چنار پیشم بود. چی؟ چنار؟ خب تعریف کن. چیو تعریف کنم آبجی؟ یه جایی نشسته بودیم. اما کجا؟ یه جایی نشسته بودیم دیگه. اگه یکی بشنوه فکر میکنه بین ما یه چیزایی هست، فقط خواب دیدم. آبجی علکی نگو. در ضمن آدما تو خواب چیزایی رو میبینن که تو زندگی واقعیشون اونا رو میخوان. واقعا همینجوری؟ آره. تو راجع به چنار یه چیزایی فکر میکنی، اما چی بگو؟ چی؟ چیزی فکر نمیکنم آیکو. برو. برو دیگه. منم الان میام. باشه، رفتم. برو. آبجی، واسه کافه ازگور چی کار کردی؟ واسه بازگشایی آماده شد؟ ازش عکس گرفتی؟ آبجی، با تو هم. امروز کافه باز نمیشه؟ ها؟ کدوم کافه؟ کافه ازگور.
آره امروز باز میشه، باز میشه. خب تو نمیخوای بری؟ آقا سردار منو دعوت کرده اما نمیخوام برم، واقعا نمیخوام. دخترم اون همه زحمت کشیدی، نری بد میشه. در ضمن آقا سردار دعوتت کرده. باشه اویکو باشه، این که عکسای بازگشایی رو بگیرم دعوت کرده. پس میری دیگه؟ آره نمیدونم، عکسایی که میگیرم تو فضای مجازی میذارنش، در مقابلش پولم میدن. خوبه دیگه، هم کار میکنی هم تفریح. میگم چطوره تو هم بیای اونجا؟ من حوصله‌ام سر میره آجی. خیلی دلم میخواست بیام اما نمیتونم، دیگه کارآموز نیستم، خیلی کار دارم، باید اونا رو انجام بدم، حقوقم هم زیاد شده. آفرین به دختر خوشگلم. میدونی اولش روزی نبودم که تو شرکت کجا بیا کار کنی، اما الان که ارزش تو رو فهمیدن، پس تو هم تا میتونی خوب کار کن و جایگاه خودت رو بالاتر ببر. باشه عزیزم. مامان میدونی چیه؟ اویکو خیلی تلاش میکنه، من فکر میکنم طراحیه آبجین خیلی زود مشهور میشه. آی انشاءالله دنیزم. شما همیشه همیشه پشتیبان من باشین، من همه چی رو حل میکنم، در ضمن پول دارم میشیم. مرت زود باش. مامان میگم یکم جلسه رو دیرتر بندازیم، به جشن دیر میرسیم. نمیشه هرگز، بیستمین سالگرد ازدواجمونه، فقط دوستای خودمون رو دعوت کردیم. سعی میکنم برسم. مرت به جلسه دیر نمیایی. باشه مامان باشه. بیا خداحافظ. الا و نورانم گفتم بیان، ازگرم قراره بیاد. منم میخواستم بگم چیدمم میاد. اون دیگه چرا؟ خب تو هم دوستاتو دعوت کردی، چیدمم دوست صمیمی منه. باش. آره آره بیارین بیارین. آره خیلی خوبه، تو هم اینجا بذارش. همینجا بذارش خوبه. آفرین. اینجا خالی موند، اینجا هم بذارین. آره خیلی خوب شد، یه نم حاضره. خیلی خوب خوب شد دنیز جون. عزیزم خوش اومدی. خیلی ممنونم نوران خانم، خوبین شما؟ همین که تو رو دیدم بیشتر خوب شدم. خیلی خوب شد که اومدی، امروز دیگه همه چی عالی پیش میره، خوب میشه. خیلی ممنونم. تکین جون. جانم. دنیز جون، تکین همسرم. تکین جون این خانومم دنیزه که همش راجبش حرف میزنم. خوشبختم از آشنایی باشم. منم دخترم، منم خیلی خوشحال شدم، خبر شما رو میشنوم. آقا سردار نیستن؟ اون رفت ازگر رو بیاره، یکم بعد میاد. انگار همه چی کامل شده، ولی بازم من یه نگاهی بهشون بندازم. نه بابا، بچه ها به همه چی میرسن. در ضمن باید بگم برای همه کارایی که کردی ازت ممنونم، معرفی و عکس ها. باور کن اینجا رو خیلی بهتر کرده، ازت ممنونم. خواهش میکنم، من کارم رو انجام دادم. ما از کارای تو متحیر موندیم، خواهش میکنم با ما بمون. باشه. دارن میان. آره آره دارن میان. آره اومدن اومدن. مواظب باش مواظب باش. سلام. مواظب باش. یعنی چی کار تو بذار بالا. ای بابا مثل بچه ها رفتار میکنی. برو جلو یکم دیگه. حاضری؟ خیلی خوب. آره سورپرایز. چی شده؟ هنوزم نفهمیده پسرم. باید بگم که اینجا دیگه مال توه، به عنوان یه هدیه فارغ التحصیلی بهت میدم. باشه؟ نه بابا این کارو با من نکن. فدات بشم. تبریک میگم داداش، لایق بهترینا هستی، مبارک باشه. واقعا باورم نمیشه، داداشت برای اینکه اینجا رو درست کنه شب و روز زحمت کشیده. روزها تلاش کرده، روزها. میدونستم میدونستم یواشکی دارید یه کارایی میکنید. اما در اصل ستاره این کار دنیزه. راستشو بخواین عکاسی و معرفی اینجا رو اون انجام داده، اگه اون نبود من نمیتونستم این کار رو بکنم. خیلی ممنونم آقا سردار، اما قبلنم گفته بودم بزرگش نکنین خواهشن. خیلی هم متوازه. بله ممنونم، متشکرم، ممنونم. خواهش میکنم. اینجا واقعا عالیه،
حتی تو رویام هم همچین جایی رو تصور نمی کردم. اینجا مال ماست؟ آره پسرم، عالیه. آره پسر، خیلی عالیه. خیلی خوبه، خیلی خوشم آره اومد. اونجا بله ببین، اونجا حیاتم هست. واقعا ازتون ممنونم، واقعا ممنونم. خب دیگه بیاین جشن بگیریم، بیاین. بیا عزیزم، بیا عزیزم، بیا. سوزان، میخوام میزا عالی باشن. همه چیز باید عالی باشه، فهمیدی؟ همه باید با دقت کار کنن، فهمیدی؟ مواظب همه چیز باید باشی سوزان. این دخترم همه جا هست. گفتم همه. باشه مامان، آرایشمو درست میکنم میام. اونو اونطوری نذار، یکم سمت راست بذار. آه خوبه. نوران، جشنمون داره دیر میشه. واقعا عالی شده. بریم دیگه، زود باش. آه دنیز، بازم تکرار میکنم بابت همه چیز ازت ممنونم. بازم همدیگه رو میبینیم. انشاءالله همدیگه رو میبینیم. حتما باید یه روز خونه ما بیای، یه روز مناسب خونه ما بیا، با هم غذا میخوریم و حرف میزنیم. انشاءالله میام. غذا رو اینجا میخوریم، واسه قهوه هم میتونه بیاد خونم. ببین ببین ببین، صاحب یه کافه شده. آره همینطوره. از تک تکتون واقعا خیلی ممنونم. این بزرگترین سورپرایزم بود توی کل زندگی. واقعا راست میگی. پس خوش به حال ما. روزتون بخیر. دخترم ما میرسونیمت. نه من خودم با تاکسی میرم. نه نه دخترم نمیشه. بابا جون اصلا اصرار نکن، ترجیح میده با تاکسی بره. آره دوست دارم. باشه پس خدا نگهدارت. خدا نگهدار. پسرم ایشونو تا تاکسی همراهی کن. از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم. ما همینطور. خداحافظ. میشه اون آخرین پارچه را که سفارش داده بودیم و بیاری؟ البته. جلسه خوبی بود. بذار کیفمو بیارم، الان میام. باشه. آیکو؟ خسته نباشی؟ ممنونم. تو نمیری؟ میخوام یکم کار کنم. میدونی که تازه شروع به کار کردم. باید خودمو ثابت کنم. بیا بریم مرد. قرقروی آهو رو نمیتونم تحمل کنم. باشه مامان، الان میام. خدافظ. خدافظ. تو خونه سالگرد ازدواج عمومو برگزار کردیم. کاش تو هم میتونستی بیای. نمیخوام به جو سالگرد ازدواج خودمو جشن بگیرم. زود باش برو، مامانت منتظره. باشه پس خدا نگهدار. خدافظ. خسته نباشین. ممنونم. خب گزارش‌های سال قبل حاضره؟ حاضره. ببینم. آه ممنونم، همینه. بذار باشه. بذار ببینم. خیلی ممنون. به خاطر جمع شدنمون تو این روز خاص ما رو خوشحال‌تر کردین. خیلی ممنون. ممنون که اومدین. خواهش میکنم آقا فهمین، چه حرفیه؟ به خاطر دعوتتون متشکرین. خواهش میکنم. خوش اومدین. خیلی ممنون. ممنون. به خاطر پیش ما بودن تو 20 سالگرد ازدواجمون از شما متشکرین. خوش اومدین. ممنون. بازم ممنون. گفتنش راحته، اما 20 ساله با هم زیر یه سقف زندگی میکنیم. امیدوارم ساخت هتل رو تو این 20 سال تموم کنیم. تموم میشه، تموم میشه. راستش میدونین چیه؟ هرچی میزنیم فیوز برق میپره. آخرین بار همشون عوض کردیم، بازم برق قطع شد. منم رفتم پیش دنیز گفتم چی کار کنیم. گفت اگه استفاده نمیشه برش داریم. ما برداشتیم. روز بعدش رفتیم کافه، کل برقا قطع شد. چرا؟ یخچال مشکل داشته. خیلی عجیب بود. فقط به خاطر چراغا متضرر شدیم. در ضمن
اونا رو با دنیز خریده بودم. دختره خیلی خوش سلیقه است. خلاصش کنم، اگه دنیز نبود ما نمیتونستیم کافر رو باز کنیم. خیلی بهمون کمک کرد. واقعا دختره باهوشی. بله خیلی خوب. روز بخیر. خوش اومدی الا جون. ممنونم. هدیه کوچیکی برای 20 سالگرد ازدواجتون آوردم. زحمت کشیدی الا جون، لازم نبود. خواهش میکنم. عالیه عزیزم، من میدونستم تو همیشه با سلیقه ای عزیزم. بازم ممنونم. خواهش میکنم. بشین دخترم. اینم هدیه ماست. امیدوارم خوشت بیاد. جوری خیلی عالیه عزیزم، ممنون. خواهش میکنم عزیزم. خیلی ممنون. الو سلما، کار من تموم شد. اگه میخوای همو ببینیم، در ضمن تو ساحل میگردیم. خیلی خوب میشد، اما من یکم خستم. میشه بعدن همو ببینی؟ مشکلی که نداری. نه من خوبم، فقط یکم خستم. باشه عزیزم. باشه، خدا نگهدار. خدا نگهدار. بیا عزیزم. اوه عزیزم، بهترین مدل رو انتخاب کردی. خیلی ممنونم عشقم، واقعا عالیه. همسرم لایق بهترین هست. انتخاب خیلی خوبیه. خب واسه من چی گرفتی؟ امیدوارم ازش خوشت بیاد. این خیلی عالیه الا ببین. اصلا قابل. خیلی قشنگه. خیلی ممنونم عزیزم. یالچین، مثل 20 سال گذشته بازم منو خوشحال کردی. ممنونم. خواهش میکنم عزیزم. دوستان یه چیزی بگم، صدای آسین خیلی قشنگه، میخواد واسمون یه چیزی بخونه. نه نخونم آسین، خواهش میکنم. حوصله ندارم، نمیخوام. دقیقا مثل خواننده ها، داره قیافه میگیره. با اجازه. چنار. الو چنار. سلام دنیز، عکسی که تو اینترنت پخش شده رو دیدم، خیلی خوب بودن، تبریک میگم. خیلی ممنونم. من ببخشید، تو بگو. باشه من میگم. چی؟ امروز آخرین روز ثبت نام برای مسابقه است.
میخواستم بدونم شرکت کردی یا نه، برای همون زنگ زدم. ممنون بابت یادآوری، من ثبت نام کردم. چی میخواستی بگی؟ من چیزی نمیگفتم، گفتم ثبت نام کردم چنار. خوبه، عالیه، پس خوششانس باشی. البته عکاسی مثل تو نیاز به خوششانسی نداره. خب من دیگه مزاحمت نمیشم، خدا نگهدار. خدا حافظ چنار. میبینم. کاملا باهات موافقم. راستش اصلا فکر نمی کردم این کار رو بکنی. به نظرم این کارت. چرا رفتی عین همون جواهر رو خریدی؟ چی به ذهنت رسید؟ خوشم اومد خریدم دیگه، مگه چی شده؟ در ضمن به من نگفته بودی که گوشواره ها رو واسه آهو می خوای. اون گوشواره ها رو آسین واسه مادرش خریده بود، اما به خاطر تو مجبور شدم بگم هدیتو تو هولدینگ جا گذاشتم. به خاطر اینکه به آهو دروغ میگی به منم دروغ میگی ها؟ میخوای باور کن، میخوای نکن، مجبور نیستم همه چی رو بهت بگم. میدونی چیه؟ تو داری از حد خودت میگذری. یه مدت از هم جدا بشیم، فکرم خیلی درگیره و حوصله این چیزا رو ندارم. ایلم یعنی منو دوست نداری؟ یالچین اگه یکیمون پشیمون بشه اون من نیستم، اون توی. خیلی خوبه، عالیه، دستتون درد نکنه. رستوران جدیدت مبارک. ممنونم. میتونین زود زود بیاید اونجا، میبینمتون. حتما میام، قول میدم. آسین خیلی خوش شانسه والا. خب شمام خوش شانسین. به نظرم اینطوری خیلی خوب شد. خوب شد با آسین حرف زدی. وگرنه آدم عاشق عموش بشه؟ البته عشق یه طرفه است و بالاخره عشق عجیبه. اوزگور، لطفا اینا رو فراموش کن. بی خیال، شاید من اشتباه فهمیدم. باید بگم که علاوه بر 20 سالگی ازدواجتون یه بچه خیلی خوبم دارین، اینطور نیست؟ خدا حفظش کنه. خدا حفظش کنه. آقا فهمی، اگه اجازه بدین برای این روز خوش میخوام یه حرفی رو بزنم. این چه حرفیه؟ بفرمایید. ممنون. ببینم حرفای چیدم درسته؟ باز چی میگی اوزگار؟ چیدم چی گفته؟ تو عاشق عموتی؟ یا عاشق بودی؟ به هر حال عمو چیه؟ چنار عموی من نیست، ما رابطه خانوادگی نداریم. چنار رو به فرزند خوندگی گرفتن، اینو میفهمی؟